سرخط خبرها، دو خبرنگار آریانا نیوز بازداشت شده توسط طالبان رها شد. زمان توزیع پاسپورت در پنجشیر توقف یافت. پنجشیری ها به اسنادهای دست یافتند که طالبان جنگجویانشان را جزایی در پنجشیر تعیین میکنند و اما آنها دوباره با تراشیدن ریش و با موترهای لینی از پنجشیر فرار میکنند. پروازها میان افغانستان و قطر از سر گرفته شد. تخصیص تازه میلیون دلاری هند به افغانستان. طالبان کمیسیون بررسی تخطی های رسانه ها را احیا میکنند. پیشبینی سیلاب های خطرناک و وحشتناک در افغانستان در 16 ولایت. سلام، به کانال ما خوش آمدید. دو خبرنگار آریانا نیوز که بازداشت شده بود توسط طالبان رها شدند. منابع آگاه رهایی دو خبرنگار شبکه تلویزیونی آریانا نیوز توسط افراد استخبارات طالبان را تایید کرده اند. و گزارش سپوتنیک به نقل از رسانه ها، این منابع امروز چهارشنبه 13 دلو تایید کرده اند که وارث حسرت و اسلم حجاب دو خبرنگار آریانا نیوز از طرف طالبان رها شدند. پیش از این سازمان عفو بین الملل و یوناما خواستار رهایی فوری این دو خبرنگاران شده بودند. این دو سازمان تاکید داشتند که محدودیت‌ها بر جامعه رسانه‌های افغانستان از سوی طالبان پذیرفتنی نیست. یوناما گفته بود ملل متحد از طالبان می‌خواهد که علت بازداشت اسلم حجاب و وارث حسرت خبرنگاران آریانا نیوز را برای احترام به حقوق افغان‌ها علنی کنند. ما همچنان از طالبان می‌خواهیم که محل نگهداری زنان فعالی که دو هفته قبل ناپدید شده‌اند را روشن بسازند. وارث حسرت و اسلم حجاب دو خبرنگار آریانا نیوز بعد از ظهر دوشنبه از دفتر کارشان توسط طالبان بازداشت شدند. پس از بازداشت این دو خبرنگار خانه آزادی بیان در اعلامیه بازداشت این دو خبرنگاران را خلاف موازین جهانی حقوق بشری و آزادی بیان دانسته و از طالبان خواسته است تا فوراً آنان را رها کنند. این نهاد تاکید کرده است که طالبان بیشتر از این آزادی بیان را سرکوب نکنند. همچنین گفته می شود که از سرنوشت این دو خبرنگار نیز پس از بازداشت اطلاعی در دسترس نیست. وارث حسرت در بخش پشتو تلویزیون آریانا نیوز گوینده بود و اسلم حجاب نیز گزارشگر اقتصادی این شبکه بود. مسئولان طالبان هم تا به حال درباره علت بازداشت این دو خبرنگاران چیزی نگفتند. خبر بعدی، روند توزیع پاسپورت در پنجشیر برای دو هفته متوقف شد. مسئولان محلی در ولایت پنجشیر از توقف روند توزیع پاسپورت در این ولایت خبر می‌دهند. احمد کبیر حماس، آمر پاسپورت قماندانی امنی ولایت پنجشیر، بامداد روز چهارشنبه 13 دلو و روزنامه 8 صبح گفته است که این روند تا دو هفته دیگر متوقف شده است. او دلیل توقف روند توزیع پاسپورت در این ولایت را بروز مشکلات فنی و دستور مقام‌های مرکزی عنوان کرد. حماس افزود که پس از برطرف شدن مشکلات فنی این روند دوباره به گونه عادی آغاز خواهد شد. و همچنان تصریح کرده است که در این مدت قرار است صدها اسناد جمع آوری شده به کابل منتقل و به آن رسیدگی شود. گفتنی است که روند توزیع پاسپورت در 14 ولایت کشور با شمول پنجشیر در تاریخ 15 قوس آغاز شده بود. خبر بعدی، پروازها میان افغانستان و قطر از سر گرفته می شود. اداره هوانوردی ملکی اعلام کرده که پروازها میان افغانستان و قطر دوباره از سر گرفته می شود. این اداره امروز چهارشنبه 13 دلو در اعلامیه گفته است که روند پرواز میان دو کشور بعد از چند سال به حالت عادی برمیگردد. اعلامیه افزوده است بعد از این هفتوار پروازهای شرکت های هوایی افغانستان و شرکت هوایی قطر در این سکتور صورت خواهد گرفت. این در حالی هست که پیش از این روند پرواز میان قطر و افغانستان دچار مشکل شده بود. پیشتر مقامات قطر گفته بودند که با طالبان درباره از سرگیری پروازهای تخلیه از کابل و توافق رسیدند. و گفته مقامات قطر بر اساس این توافق قرار است هفته دو پرواز از میدان هوایی کابل و قطر صورت بگیرد. همچنین رسانه‌های آمریکایی نیز از آغاز روند تخلیه شهروندان این کشور و افغان ها در معرض خطر از کابل خبر داده بودند. خبر بعدی، طالبان کمیسیون بررسی تخطی رسانه ها احیا می شود. حکومت سرپرست طالبان می گوید که می خواهد کمیسیون بررسی تخطی رسانه ها را احیا کند.
زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییترش نوشته است که هدف از این اقدام جلوگیری از سوء تفاهم میان رسانه ها است. او افزوده است که حکومت طالبان از انتقاد سالم رسانه ها حمایت میکند، اما به گفته مجاهد رسانه ها باید از شایعه افکنی خودداری کنند. با بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 بیشتر رسانه های افغانستان از محدودیت های وضع شده از سوی طالبان شکایت دارند. به تازگی رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر افغانستان رسانه های آزاد را دستاورد 20 ساله گذشته افغانستان خواند و گفته که رسانه ها باید بدون ترس فعالیت کنند. حالا می‌پردازیم به خبری که باورتان نخواهد شد. پنشیر به کابوس طالبان مبدل شده است. به اسناد دست یافتم که نشان می‌دهد طالبان نیروهای خود را جزایی به پنشیر تعیین بست می‌کنند. اکثرتشان وقتی به پنشیر می‌رسند با سر و ریش تراشیده و در موترهای لینی دوباره فرار می‌کنند. از خاطر اینکه گزارش‌ها می‌رسد که مردم آمادگی می‌گیرند و زن و مردم کام دارد که در پنشیر با سنگ چوب بالای طالبان پس از این حمله کنند و آنها را از پنشیر بیرون برانند. آمادگی های شدید جریان دارد. خبر بعدی، هشدار اداره هواشناسی از وقوع سیلاب های نسبتاً خطرناک و شدید در 19 ولایت کشور. اداره هواشناسی کشور از بارش، باران و وقوع سیلاب های شدید در 19 ولایت کشور خبر دادند. این اداره روز چهارشنبه 13 دلو اعلام کرده است که در پی باران های شدید دست کم 19 ولایت کشور شاهد سیلاب های نسبتاً شدید خواهد بود. طبق اعلام این اداره ولایت هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنگان، سرپل، غور، اروزگان، دایکندی، غزنی، بامیان، میدان وردک، بغلان، پنشیر، پروان، کندوز، تخار و بدخشان به شمول سالنگ ها شاهد باران های شدید و سیلاب های آنی خواهد بود. مقدار بارندگی در این مناطق 10 تا 30 میلیمتر و مقدار برف در نقاط مختلف کشور بین 10 تا 30 سانتی متر تخمین زده شده است. گفتاری است که وقوع سیلاب در شماری از ولایت های کشور همسال خسارات مالی و جانی و مردم وارد می کند. تخصیص 26 میلیون دلاری برای کمک به افغانستان از سوی هندوستان. رسانه های هند گزارش می دهند که این کشور در بودجه سال 2022-2023 حدود 200 کروڑ روپیه هندی معادل به 26 میلیون دلار را برای کمک به افغانستان تخصیص داده است. اندین اکسپرس امروز چهارشنبه به نقل از نیرمالا ستارمان وزیر مالیه هند نوشته است که جمعاً حدود 6296 کروڑ روپیه حدود 850 میلیون دلار برای توسعه کشورهای همسایه هند، کشورهای آفریقایی و آمریکایی لاتین در نظر گرفته شده است. به گفته وزیر مالیه هند در این مقدار حدود 200 کروڑ روپیه یعنی 26 میلیون دلار برای کمک به افغانستان تخصیص داده شده است. هند در سال گذشته 350 کروڑ روپیه برای کمک به افغانستان تخصیص داده بود، اما در بودجه سال آینده این کشور این مقدار حدود 40% کاهش یافته است. قرار است این مقدار پول در بخش پروژه های باقی مانده از گذشته و کمک به مردم و همچنین هزینه بورس تحصیلی دانشجویان افغان در هند به مصرف رسد. هند همچنین در بودجه سال آینده خود مقدار پولی را برای کمک توسعه به دنبال میانمار، مالدیو، بنگلادش، سریلانکا، کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین تخصیص داده است. وزیر مالیه هند گفته است که حدود 100 میلیارد روپیه هم برای توسعه بندر چابهار اختصاص داده شده است. این همه در حالی است که رهبران افغانستان، هند و ایران در سال 1395 موافقتنامه اقتصادی سه جانبه توسعه بندر چابهار را امضا کرده اند. هند می‌خواهد که با کمک توسعه این بندر صادرات و دسترسی خود به بازارهای افغانستان و آسیای میانه را افزایش می‌دهد.